به نام خداوند مهربان هموطنان عزیز سلام بر شما، امیدوارم صحت مند باشین، خیلی خوش آمدین و امید است که هفته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. در برنامه هی هفته با خانم دیپلم انجینر نسرین صبوری رئیس سرسبزی شعبه کابر هستیم، پیرامون کارهایی که در گذشته صورت گرفته. معمولا ما شما آخر ماه سال 1394 سپری میکنیم و کم کم میریم که 1395 آغاز کنیم. بخاطر همین هم بعضی ترتیبات گرفته میشه که انشالله اینجا هست برای همه مشما توضیح خواهد داد. بسیار تشکر خانم صبوری از اینکه برای ما وقت دادیم و سلام بر شما. زنده باشین، سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون خوب شما که هم واقعا بینده دارن و امیدی که روز تا اینجا به خوبی سپری کرده باشین. زنده باشین. خانم صبوری شما مدت 4 سال میشه، بیشتر از 4 سال که در این پست که فعلا ایفای وظیفه میکنین هستین. اول یک مروری داشته باشین برای کارکردهایتان که در گذشته صورت گرفته، معمولا چی موقعی و در کجا بیشتر کارها صورت گرفته؟ بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست وقتی که من سابقا اینجا کار میکردم مدیر فازی نباتات ریاست سرسبزی شورای کابل بودم و بعدن که به این پست آمدم در اولین قدم حضور خانم ها را اضافه ساختم، چون در اینجا خانم ها بله کمرنگ بود و من خواستم که اعتداد از خانم ها را چی به طور عجیبی و مامور باشه در اینجا جذب کردیم. و تا 4 سال کارکردگی های ما، اول خو مقامات شاروالی تشکر میکنم که افراد و اشخاص مسلکی را به ما جذب کردن، متخصصین. البته اینا هم در راستای کار سرسبزی بسیار مفید واقع شدن و همچنان کارهایی را که ما تا 4 سال انجام دادیم، البته احداث سرکایی که پای هم صورت میگیره و همچنان پارک هایی که تا 4 سال جور شده، 24 پارک که در مجموع ما از قبل و حال 54 پارک داریم که 4 ازی باغ است. البته باغ چلستون است، باغ بابر است، باغ قلعه فتو است و باغ دلمان که دو پارک دو باغی ازی، البته یکیش زیر بازسازی است و یکیش مکمل آماده بهره برداری است که باغ بابر گفته میشه. و در مجموع 28 پارکی که جور شده در نقاط مختلف شهر کابل است، یعنی در نواحی مختلف. ای البته نظر مقامات شاروالی و شاروال قبل بوده که یک راحتی را برای مردم باید بار بیاره که یک فامیل بتانند که از منطقه خود، از پارک خود استفاده بکنن، یعنی از یک ناحیه به ناحیه دیگر نروند. ای از کارهایی بوده که ما کردیم. و همچنان سرسبزی جاده های عمومی، پارک ها، پارک که نو احداث شده و کارش رو به اختتام است، این پارک ها را ما روی دست داریم که تمام هزی کارکردگی ها را البته ما بر مردم شهر کابل انجام دادیم. و فعلا کارهایی که ما سر دست داریم باز هم احداث پارک ها هست، به خاطر که تعداد نفوذ در شهر کابل بیش از بیش است، بیش از گنجایشش البته. و ما مجبور هستیم که ساحات سبز توسعه بدیم به خاطر محیط زیست که ما شما زندگی میکنیم و میبینیم که در چی حالت است. به او خاطر است که ما یک پارک بسیار بزرگ را که به نام پارک قلعه احمد خان میگه در نواحی 16 فعلا مسائل کاریش زیر تدارکات است و بر سال آینده بازسازیش آغاز میشه. و همچنان پارک بزرگی که در دامنی کوی چل دختران نواحی 13 هم است و پارک 212 که خود خیرخانه موقعیت داره. و دو پارک دیگه ما که بازسازی از این تمام شده، تنها مسائل سرسبزی چون فصلش نبوده، ما در این فصلی که نهالشانی آغاز میشه با سرسبزی از اون اقدام خود کردیم. و همچنان سرکایی که نو احداث شده و گلدان ها داره در سرسبزی از اون خود که البته اقدام کردیم و ما پلان نهالشانی خود آماده ساختیم که این پلان نهالشانی نظر به جلسه‌ای که با وزارت محترم زراعت داشتیم اما ساله صورت میگیره که کدام ادارات اونا توزیع میکنن و کدام ادارات ما باید توزیع بکنیم که امسال مطابق با فیصله که صورت گرفت تمام ادارات دولتی، مکاتب، مساجد و تکایا وزارت محترم زراعت توزیع میکنن، تنها جامعه مدنی، نهادها و نواحی 22 گانه که مربوط خود شاروالی کابل است ما البته توزیع میکنیم با تعداد مقدار نهالی که داریم. تا به حال برای زی که ما هنوز درخواست ها به ما نامده که
که چقدر نهال ضرر دادن. به او خاطر من نمیتونم که نهال تعیین بکنم که به چی اندازه ما تازه شما آمادگیش داره هر چقدر درخواست بله. با این نهال ها تربیه شدی خود ریاست سرسبزی است. در نقاط مختلف ما قریه داریم که اگر امکانش باشه وقت داشته باشین ما میریم قریه جات خود میبینیم. قریه های ما در تپی پغمان است، در پارک آزادی است، در پارک خیرخانه است، پارک تپی بی بی مهرو است و پارک بگرامی و کارتیسی که من بعد تصمیم مایی است که هر پارک از خود باید قریه داشته باشه به خاطر از اینکه از هر منطقه به خودش بهترتر نهالش نمو میکنه. به اون خاطر بر سال آینده همین تصمیم داریم و در ضمن اینکه ما 4 سال قبل البته 3 گلخانه داشتیم و حال ماشاءالله گلخانه های ما تعداد شاید به گلخانه های اساسی و دیزاین شدگی و پلان شدگی تعدادش در حدود 7-8 رسیده و گرین هاوز های ما 24 گرین هاوز است که ما در نقاط مختلف گرین هاوز ها را بر تربیه گلای خود داریم که همین همسال انشاءالله گلایش در سطح شهر خود برامد و همشهریان ما تماشا خود کردن و همچنان می خواهیم که در قدم نخواست چون هوای شهر کابل بسیار وضعیت خرابی را داره بناهن وزارت محترم زراعت و شهرولی کابل در قدم نخواست باید جنگل سازی و جنگل کاری بکنن در دامنه ها در تپه ها قسمی که پروژه کمربند سبز کابل از طرف وزارت محترم زراعت البته این پروگرام شده و این یک پروژه بسیار قوی هست که همین سال 550 هکتار اونا میخواین در دامنه های قرغه، کوی تلویزیون، کوی شیر دروازه که شما شاید ازی هستین که تقریبا 20 هزار نهال ما در اونجا قرض کردیم و متباقیش اونا میخواین پیش ببنن و همچنان دامنه های شمال میدان که این یک نوید بسیار خوب برای هموطنهای ما هست و ما میتونیم که با غرس همچون نهال در همچون نقاط البته یک مرتبیت در شهر بیاریم. و پروگرام دیگه که هست ما این پروگرام تحت ریاست پشتون سپ پیش میره، البته خود بند است، بند قرغه که سیف از این کار صورت میکنه بالاش چون پلان ازی ساخته شده و آماده هست و برای فعلا به طور مقدماتی ما فیز حوال هستی را کار میکنیم که هم قریب او منظور خواد شد و شارولی کابل به کارش آغاز خواد کرد. نیسته سب چی موقعی در چی تاریخ کار شما رسما دیگه آغاز میشه و بله ما صد شهر میبرین کار بله 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 ما کار ما شما میفهمین که ما زمانی که خزان میایه ما پروسه کاری ما برای سال بعدی آغاز است. بله به خاطر از یک اصلاح کاری سر کار داریم. گلدان های ما چون خاک است و گرد است و از حد پر میشه ها گیره نمی داشته باشه ما از همین قسمت شروع میکنیم آقا میکنیم. بعد از اینکه فصلش رسید از این موضوعات که خلاص شدیم باز کندن جای نهال البته ناغگی ها. ناغگی ها چطور است که موتر تصادم کرده؟ رمه ها از بین بردن یا 1%, 2%, 10% که خشک شده در البته امکانی از این میره که در قدر تعداد نهالی که ما شندیم شاید اگر ما 50% هم زاهیات داشته باشیم مشکل نیست اما ما 50% نداریم کمتر و کمتر داریم. ما از نمو خزان سال آغاز میکنیم تا ماه دلوه. بعد از این که دلوه تمام میشه که همیل تمام شده ما باز به ساخت ساز گلدان هایی که آماده برای نهالشانی سال جدید هستن اونا را البته تحت کار خود قرار میدیم تحت پوشش هستن که فعلا ما پل هوایی کوتی سنگیر زیر کار داریم که همشهریان میبینن که در چی یک حالت بده قرار داره به خاطر که اونجا شما میفهمین که در زیر پل سوخته یک تعداد از معتادین بودن و ساخت سبز ما را به کلی از بین برده بودن. حال ما با تمام پرسنل و نیرویی که داریم در روجه کار میکنیم تا بتانیم بر سال آینده همی زیبایی پل هوایی را امتداد بدیم اگر بتانیم که از معتادین نجات بیافیم. و همچنان ما در پارک های خودم میخواییم که ساخت سبزی بسیار خوبتر و بهتر برای مردم مهیا بسازیم. در ضمن از او بعضی از چارایی های ما شما هنوز هم به صورت خاکی هستند و ما در اون قسمت هم اقدام داریم. رئیس صاحب کدام نهادهای دولتی یا غیر دولتی بیشتر با شما همکار هستن و
چقدر با شما همکاری میکنن و چقدر ضروری است با شما همکاری بله. 100% همکاری از اونا بر ما ضرور است، اما تا به حال هیچ نهاد دولتی با ما کمک نکرده. کمکشان چی از زمانی که ما نهال مثلا جامعه مدنی میخواه که با ما یک جار در نهالشانی سهم بگیرن، اما سهم گرفتن به این معنی نیست که ما بیل کلن نهال همیشه حاضر بسازیم و اونا بند یک نهالشانی بکنن، که او نهالشانی هم به صورت دست جمعی به کلی خلاف است، به خاطر که به صورت مسلکی غرس نمیشه، بعدن ما هم قسم پس دوباره کشیده و اینا را پس اثر غرس میکنیم، به خاطر که بعضی ها ریشاش بیرون میمونه، بعضی ها کت شانده میشه یا به صورت فنی و مسلکی نیست. به او خاطر ما از نهادهای دولتی خواهش مایی است که به هر شکل که اینا خواسته باشن ما همراهشان همکار هستیم و اونا با ما همکار باشن. و در ضمن یک موضوع دیگه که فراموش کردم، امسال 15,000 نهال وزارت زراعت هم با ما توزیع میکنه که یک از کمک های ادارات دولتی است که با ما میباشه همیشه. دیگه نهادها تا به حال کمک نم، سالای قبل بود فرزن هردوی امریکا کمک میکرد، تیکای ترکیه کمک میکرد، نهال با ما کمک میکردن و حال منتظر عزیز هستیم که ببینیم که زنگ از کجا به صدا میاید که ما با شما کمک میکنیم از لحاظ تهیه نهال. همکاری ریاست ترافیک جناب رئیس حسب چگونه هست با شما؟ مثلا زایاتی که شما میداشته باشین در اصل گپ بسیار خوب، سوال بسیار خوب کردین. ما از مقامات ترافیک حالا خیلی تغییراتی آمده با اونا هنوز آشنا نیستیم، از مقاماتی که قبلا کار میکردن و حالی هم هستن ما ازشان ابراز سپاس میکنیم، بخاطر از اینکه تا زمانی که ترافیک در ساحه موجود است و ما را دریورای محترم متضرر میسازن، اونا را گرفته و استعلام میدن با ما معرفی میکنن، تا وقتی که ما برشان تصدیق نکنیم جرم جریمه یعنی نهال خود نگیریم. جریمه نهال ما چطور گرفته میشه؟ شخص مراجعه میکنه یک دو سه درخت عیب تعیین میشه، درخت ها میبینن که چند ساله هست، چون ما قانون فعلا برای از یک موضوع نداریم و یا یک مساعده نداریم، بناهن ما مجبور هستیم که بیشتر از 3,000 جریمه نکنیم هر نهال. بله، در حالی که هر نهال ما سال 3,000 مصرف داره، سال 3,000 مصرف داره. اگر یک درخت 10 ساله را با موتر تصادم میکنه و چپش میکنن، ما باید 30,000 بگیریم، در حالی که قانون وجود نداره و ما نمیتونیم، دست ما بسته هست. به او خاطر ما از ریاست محترم ترافیک یک جهان سپاسگزاری میکنم که اینا با ما همکار هستن، تا زمانی که در ساحه موجود هستن هیچ کسی را نمیگذارن که از چنگال قانون فرار بکنه، اما با پلیس ما مشکل داریم. حوزه های محترمی که در اطراف چارایی ها هستن، در سرکا هستن، البته با یک سازش مجرم رها میکنن و بعد از فرست ما قرار نمیتن. همین میباشه که ما یک زاهی بزرگ را در یک ساحه، مثلا 13 درخت در ساحه میدان هوایی، اگر ترافیک و نفرای خود ما همون وقت حاضر نمی بود، بناهن فرار کرده بود و 13 درخت 10 ساله خسارش بر ما مردمی که خود ما تربیه میکنیم بسیار زیاد است. شما گاهی وقتا نشستای جلسات با اونهای حوزه و کسایی که مسئولیت همین پوستر دارن می داشته باشیم؟ ما یک جلسه عمومی داریم در شورای کابل که همین موضوعات صحبت میشه، اما ارگان های زیربط اصلا بسیار کمرنگ است کارشون. تنها ترافیک ما باز تشکر میکنم.